سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما هم چه کوکتل تی وی، خیلی خوش اومدید به رپ حواشی دیگه. قرار با هم بررسی کنیم حواشی دو روز گذشته رپ فارسی رو که میشه 16 17 مرداد ماه. قبل از هر چیزی یاد بشه حتما کانال سابسکرایب کنی، اگه از ویدیو خوشت اومد لایک کن و به اشتراک بذار، اگه حال نکردی حتما دیسلایک کن و دلیلشو بنویس، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با همین رپ حواشی رو داشته باشیم. سام ویلسون تو دو هفته گذشته چند تا وایس گذاشت که اول گرفت رو رضا پیشرو و داستان قراردادش با آر جی و بعدش هم گرفت رو سروش هیچکس. در اینی که دارین وایساشو گوش میدید، یک سری عکس و اسکرین شات از توییتر سروش هیچکس سام ویلسون گذاشته بود که رو همون وایسا میبینید، پس به تصویرم توجه کنید موقع شنیدن وایسا. اینقدر این رپ فارسی بدبخت رو بیچاره نکنین بود، یعنی حدی داره هر چیزی. اصلا صبح بود فیت پولی میدی 2000 دلار، از یارو 2000ش رو میگیری باش فیت میدی، بعد دوباره هی به یارو میگی کارم گیر کرده 300 دلار برام بزن، 500 دلار برام بزن، اینو به یه حدی میرسونی که یه فیت دیگه به یارو بده کارم شی ول کن. این داستان یه ارزشی داره، توی شخصیتی هستی، توی آیکونی، تو مثلا جزء ابداع کنندگان این سبکی و فلان، چقدر لجن کردین این کارو نکنین رو تو رو خدا. برای 2000 دلار 3000 دلار فیت ندین تو رو خدا، بزنین ارزش کار یه جوری بمونه که یکی بیاد بهمون مثلا 10 تا بده 15 تا بده. چیه اصلا این داستان؟ یک کثافت کاری دارین میکنین، همه هم گرفتار میفهمم، ولی ارزش خودتون رو نگه دارین، متحد باشیم. اون وقتی یکی میگه 1000 دلار، خب یارو به نفر بعدی هم 2000 دلار نمیده دیگه، میگه نرخش همینه. کثافت نکنین این برنامه رو، انشو در آوردین واقعا حالم داره به هم میخوره. بریم توی برنامه دیگه، پروداکت پلیسمنت، تبلیغ واقعی برای اجناس خیلی درست، یا مثلا تبلیغ یه مجموعه یا یه کار جدید فلان، هزار جو درآمدزایی داره. چرا یه حالتی میشین که بدهکار میشین به یارو که مثلا نمیدونم واقعا چی بگم دیگه، یعنی ارزش کارو خیلی آوردین پایین، آدم حالش به هم میخوره که مثلا این کار است. البته من که نرخمو تکون نمیدم کلا، ولی من که نمیخونم با کسی تقریبا، ولی عددش درست داره کسی بخواد با هم بخونه. من تو مایه های شما نیستم به هیچ وجه، ولی دیگه برای خودتون دارم میگم گوه نزنیم به این کار. یه کاری کنید اولا یارو یه ذره با خودش فکر کنه که من این کارو دارم میکنم مهمه، نه اینکه مثلا امروز یه چیزی با یارو میدم اگه نگرفتم فردا یکی دیگه چون دوباره من بدهکار شده. این خیلی زشته. رادیو جوان اومده در حدی که الان مثلا 500 600 دلار بهتون بده لهله هم میزنین، بی خیال، اصلا نرخش این نیست. واقعا میگم من که با اینا کار نمیکنم، ولی نرخ این داستان این نیست. مینیمم 5000 دلار 7000 دلار اینجوری بگیرین ازشون. رپر نسل یکی که 500 دلار 600 دلار چی میگه اصلا؟ تو دیگه رو قدیمی بودن خودت حساب کن، میدونم ریدی تازه یا چی چیز جدیدی نداری بگی، ولی دیگه به اون اسمال هستن تو بچه هست اقلا ازش پول در بده. خاکش دوره عجیب غریبی بود اون موقع، واقعا دو سال پیش اینا هم که فکر کردن تموم، اصلا ما خب چون تو ایران بودیم میدونستیم خبری، ولی اینا واقعا فکر کردن تمومه دیگه کلا. چی اصلا چی داره مینویسه واقعا؟ من چیزایی که میخندم واسه همه میذارم دیگه، بقیه هم بخندن. بعد این چی کار داره میکنه اینجا؟ مثلا داره رهبری میکنه این چیه، موومنت یا جنبش چی میگم بهش؟ خودش هم ایران نیست. وای 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 وای، مشکل این بنده خودم اصلا طرز تفکرش و عقیدهش و چیزایی که باور داره و اینا نیست، مشکلش اینه که صداشو من میتونم در بیارم، ولی اون صدا من نمیتونه در بیاره. بگو در بیاره میتونی. من واقعا هیچ نظری راجع به این وایسا ندارم، اما یه جا رو میتونم تصحیح بکنم. اونجا که راجع به قیمت 500 600 دلاری صحبت میکرد سامان ویلسون، نمیدونم در رابطه با رویالتی داشت حرف میزد یا ادوانس، چون رویالتی به هر حال ربط به ویو داره. آر جی 500 600 دلار ادوانس برای هیچ آرتیستی در نظر نگرفته و اکثر رقمایی که من میدونم بالای 4000 دلاره. حالا نمیدونم، شاید راجع به رویالتی داشت حرف میزد، که اگه راجع به رویالتی هم حرف بزنه خب نسبت به ویو دیگه، یه پولی میگیری کارو میذاری اونجا یا نه کارو میذاری اونجا، نسبت به ویوش درصدتو میگیری. حالا چقدر میشه دیگه به ویو رفت. زیرو 21 کید و جی دوال دو تا وایس خالی توی کانال تلگرامشون به اشتراک گذاشتن که این آدز رو میاره که احتمالاً با هم همکاری دارن. قبلا هم زیرو 21 کید این کارو کرده بود، بعد از حالا داستانایی که با هم داشتن که البته بیشتر از سمت زیرو 21 کید بود، باید ببینیم این داستان شکل میگیره یا نه، که احتمالش زیاده. یعنی دلیل دیگه‌ای به ذهن نمیاد که این دو دوست همزمان بخوان وایس خالی بذارن رو کانال‌های تلگرامشون. خب همونطور که همتون میدونید، آیسان اسلامی و یک خانومی یه سری داستان‌ها رو داشتن با هم و یک استوری خیلی جنجالی گذاشته بود جناب آقای آیسان اسلامی و خیلی اتفاقات و شکلات، نمیخوام به اون خیلی من بپردازم دیگه، همتون شنیدید میدونید چیه. حالا چرا داریم میگیم؟ چون به خاطر این داستان یه درگیری تلگرامی بین کاگان و آکیو شکل گرفت. کاگان اول اینجوری شروع کرد، نوش از دیشب فالوورای آیسان کم که نشده زیادم شده، گوه نخورید خودتونم پاره نکنید الکی،
کنسل کالچر اینجا وجود نداره. جنده دو جویای نام. قبل پخش هر ترکی نیاز نیست راجع به هر موضوع وایرالی گه خوری کنید. جنده بزرگتر از کونی. کاگان ادامه داد نوشت اگه ممبرتون از نصف منم کمتره برای اینکه بهتون بپردازم باید شماره کارت بگیری ازم. شمارم هم که داری تکس بده. بعدش هم یه همچین عکسی از آکیو گذاشت که اگه اشتباه نکنم یکی از شات‌های موزیک ویدیو اماله بود و زیرش نوشت تخفیف ویژه برای فنای بلاد. در واکنش به همه اینا هم دوباره آکیو نوشت چیزی که نصف و نمیشه زیادش کرد قده. هر کی سوراخ نشون بده از فنای ایناست مثل اینکه. بعدم رفت شات اصلی موزیک ویدیو رو گذاشت و نوشت مفر جان فن اونیه که فریم به فریم ویدیویی که بهش ربط نداره رو دیده. بعدش هم استوری گذاشت یه همچین عکسی که البته خب یکی از فناشون درست کرده بود و اشتراک گذاری کرده بود و همینجا این داستان تموم شد. دانیال هم خیلی یهویی همچین استوری گذاشت نوشت یه مصرع انداختم به هیترم یه سال شده سرتیتر همه خبرو. هر روز یکی داره یه چیزیو میذاره بالای یخچال که دست کاگان بهش نرسه. بعد میگم قلمم تاپ 10 قلمای دنیاست نمک میریزی گل پسر. حالا از این موضوع که بگذریم خب بعد از این که همچین واکنشی رو اشکان کاگان داشت خب توی توییتر حالا ایکس خیلی‌ها دارن بهش تیکه میندازن و اینجوری که دیگه آهنگتو گوش نمیدیم و این حرفا که یک توضیحی داد این توضیح رو با هم میخونیم. یه توضیح کلی براتون راجع به این قضیه میدم و میرم چون بد کوشر شده. چند بار تو توضیحاتم گفتم که با حرفش موافق نیستم. حرفمون آیسون اسلامی رو میگه. حالا از رو عصبانیت چی گفته؟ حرف من این بوده جنده ها چرا بهشون برخورده؟ ادا در نیار میخوای جنده باشی هم به من ربطی نداره ولی خودت باش و ادا در نیار. میشناسم یه سریا رو که میگم. حالا تو میخوای موزیکامو گوش ندی چون نظرمو گفتم. حالا داستان اصلی اینجاست که خانم قوقا جاستینا و چند تا از فعالان فمینیست دیگه یعنی به اصطلاح خودشون فمینیست یه سری واکنش نشون داده بودن به آیسان که میخوایم بریم شکایت کنیم پیجشو ببندیم و این داستانه چجوری میشه این کارو کرد و این حرفا. یه نکته ای که من خیلی جا داره بهش اشاره کنم اولا که خب کار یعنی اون مدل حرف زدن آیسان اسلامی خیلی واقعا رومخ و غلط بود حتی از لحاظ قوانین سوشال مدیاها. 5-6 تا مورد غیر مجاز اونجا داشت که اگه زبانمون انگلیسی بود من فکر کنم پیجشو خودشون تو همون ساعت اول میبستن کامل. و نکته بعدی که جا داره بهش اشاره کنم و خیلی کلی حالا یه نکته ریز من اینجا بگم اینه که این خانم های فعال فمینیست اومده بودن میگفتن که آقا چرا میایید مثلا اسم دیسترکتون رو میذارید عروس، چرا میایید به یه پسر مثلا میگید تو دختری و از دختر و حالا چیزایی که ربط داره به این جنس فوشای جنسیت زده میسازید و به عنوان ضعف از اینا یاد میکنید. حالا خودشون همونطور که میبینید اومده بودن و زمانی که میخواستن به آیسان اسلامی نقدی رو وارد کنن با آیسان گفتن باربی که این تناقضه. حالا نکته اینجاست شما زمانی که به یک دخترم میگی شبیه پسری رفتارت مردونه است بهش بر میخوره، نه اینکه جنس مرد ضعیفه. به یه پسرم بگی تو شبیه مثلا عروس شدی یا شبیه دخترایی بهش بر میخوره، نه اینکه اون جنس ضعیفه. واسه اینکه ادعا میکنه چیز دیگری است و تو داری نفی میکنی اینو و میگی همچین چیزی نیست و اینجاست که اون داستان اتفاق میفته. وگرنه اینجوری نیست که بگیم آقا این جنسه چون ضعیفه، این جنسیته چون ضعیفه ما داریم استفاده میکنیم واسه اینکه بزنیم. نه این همچین چیزی نیست. نکته دیگه ای هم که هست راجع به خیلی از دوستانی که از این چیزا می نویسن اینستاگرامو که بالا پایین میکنین خب کلی از دخترایی هستن که دارن محتوای جنسی تولید میکنن و خیلی ها دارن میگن که آقا اینا چرا زیاد شدن، اینا چرا دارن اینجوری کار میکنن، وای آبروی کشورمون رفت. دوست عزیز چرا لایک کردی؟ یه چیزی وقتی داره زیاد میشه مشتریش زیاد شده بازخوردش خوبه که دارن انجام میدن. وقتی میبینن بازخورد خوبه انجام میدن، فالوور میاد، توجه میاد. معمولا آدما یه سوراخو که پیدا میکنن میبینن جواب میده اون کارو دارن انجام میدن. و توی عذرخواهی که آیسان اسلامی داشت میگفت آقا اینو یهو یه خارجی میبینه فلان بهمان بیسار مگه مکزیکین مگه فلانی، اینم خودش خیلی ریسیست بود. اما مسئله اینجاست اون زمانی که آقای علم الهدا ورداش اومد گفتش که زنان ایرانی پاشن برن با عرب و هم بستر بشن ثواب داره میرین بهش، چرا واکنشیش که نشون نداد؟ آیا اون حرف علم الهدا رو تو جهان بیشتر میبینن یا یکی که حالا اومده یه چیزی ساخته گذاشته؟ حالا کاری هم نداریم به اینکه حالا محتواشو درست فهمیدید یا نه اینکه درست یا نه. به نظر من که کلا این چیزا درست نیست. برید پیجم هم بگردید، نه این چیزا رو لایک دارم نه فالو میکنم نه دنبال باهاش مخالفم، ویو و بها هم بهش نمیدم. اما خیلی از دوستان که از این حرفا میذارن میبینیم لایکشون خورده. مثلا رپره میاد میگه دورم دختر پره، دورم فلان، دورم بیسار،
یا داره از این مثلا هرزه بودن و وان نایت و اینا میخونه که دورم پره، بعد خودش یهو ناراحته که آقا چرا این حق مگه داری استفاده نمیکنی حال میده و چجوری اینجا ناراحتی، یا اونم بده یا اینم بده یا اصلا چجوری، خب اگه اونا نباشن تو چجوری رو این فلکس میکنی؟ میدونی حرف من اصلش اینجاست، نه که کدوم درسته کدوم غلط، چرا انقدر تناقض تو همه ایناست؟ اون دوستمون نگران اسم و فرهنگ و اینهای ایرانه، خب این چه وضع ویدیوهای دیگه ای که میدی با 10 میلیون فالوور داری میای فوش خوار مادر تو استوری میدی، احتمال دیده شدنش بیشتره؟ علم الهدا داره اون شعر رو برو میگه، احتمال دیده شدنش بیشتره که به هر حال یکی از گنده های مملکت تو همه جای دنیا ممکنه اون بپیچه و پخش بشه، یا اینکه حالا یه دختری اومده اینو زده مثلا همچی حرفی زده، میدونی چی دارم بهت میگم؟ و این تناقضه از اون ور فمینیست میاد میگه آقا اسم دختر نذارید رو پسر تو میکنید، خودش میاد استوری میذاره آیسان باربی، یا سر یه حسی که توشون ایجاد میشه سر یه واکنشی نشون میدن، بعدا هم شاید پشیمون بشن یا کلا شاید با وجودیت خود طرف متفاوت باشه. خیلی اصلا ولش کنید این چیزا رو، بدین بره، هر کی هر کاری میخواد میتونه بکنه و صرفا چون ایرانیه قرار نیست همه ایرانی ها اینجوری باشن، چون فلان جاییه قرار نیست همه اونجایی ها اینجوری باشن، و اینکه چی فکر میکنه رو بدید برید، ببینید زندگی رو خودتون چجوری دوست دارید و تو اون بهترین باشین، حرف و عملتون یکی باشه، اگه یه چیزی بده خودتون هم هی انجام ندید، مشتریش نباشید بعد بگید چرا هست. یعنی این اصل قضیه اینه، یکم بی خیال بابا کی چی میگه اون چی میگه اینا مهم نیست، زندگی اومدیم زندگی کنیم، خود شخصی که حالا دارای یه سری داستانا هست بعد از اون داراییاش لذت ببره، چه پسر چه دختر، بقیه رو بدید بره. خلاصه نمیخوام فکر کنم زیادی حرف زدم، نمیخوام خیلی راجع به این داستان صحبت کنم چون واقعا سردرده و از هر وری بری یکی یه چیزی میاد میگه، ولی این دیگه تناقضا رو نمیدونم کجای دلم بذارم واقعا. خلاصه دمتون گرم است که تو این لحظه رپ حواشی رو دیدید، امیدوارم لذت برده بوده باشید، تا ویدیو بعدی سی یو سون.